قطعه گرگ مارشال دوستم وارد میدان شد. خیز بلند این قطعه. آخرین جزئیات از درگیری ها. وقوع حادثه مرگبار و مهیب در دایکندی. تلاش ها برای انفجار دادن یک پای برق در پروان و اقدام به موقع طالبان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمده. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. توجه کنید به خبر که این لحظه به دسترس ما قرار گرفت. ملی بس های شهری در کابل دوباره فعال شد. شرکت دولتی ملی بس از فعالیت مجدد بس های شهری این شرکت در کابل خبر داد. خبرگزاری دولتی باختر و نقل از مولوی محمد ایوب رئیس شرکت دولتی ملی بس گزارش داده است که 100 اراده ملی بس در 3 مسیر فعالیت خود را در شهر کابل آغاز کرده است. او از رانندگان خواسته است که در حفظ و نگهداری وسایط نقلیه بیت المال توجه کنند. در این حال امیدگل حمیدی، معاون فنی و بهره برداری شرکت دولتی ملی بس گفته است این شرکت بنا به دلایل تکنیکی از فعالیت باز مانده بود. با گفته او در حال حاضر فعالیت شرکت دولتی ملی بس در شهر کابل و ولایت های هرات، بلخ، ننگرهار و پکتیا دوباره آغاز شده است. او یادآور شد که فعالیت وسایط این شرکت در مسیرهای خیرخانه، کارت نو و شهرک خراسان، قلعه زمانخان شهر کابل از 6 صبح تا 6 شام همه روز جریان دارد. به گفته معاون شرکت دولتی ملی بس، شرکت دولتی ملی بس 1049 اراده واسطه مختلف در مرکز و ولایت‌ها دارد که 626 اراده آن در 3 حوزه شهر کابل و 423 آن در ولایت است. او افزوده است که اکثریت این وسایط غیر فعال شده است و در این اواخر بعضی از پرزجات آنها از خارج از کشور وارد و کار ترمیم دوباره آنها آغاز شده است. او همچنین از طالبان خواسته است که در بخشای ترمیم وسایط غیر فعال شرکت دولتی ملی بس همکاری کنند. در این حال ریاست استخبارات ولایت طالبان میگوید که از انفجار ماین بر یک پای برق در این ولایت جلوگیری شده است. خبرگزاری دولتی باختر و نقل از استخبارات طالبان در پروان گفته است که این ماین روز گذشته در ولسوالی جبلسراج در کنار یک پای برق وارداتی کارگزاری شده بود. به گفته ریاست استخبارات ولایت پروان این ماین پیش از انفجار کشف و خونسا شده است. تا هنوز در پیوند به این رویداد کسی بازداشت نشده است. این در حالی است که پس از روی کار آمدن طالبان چندین پای برق هدف انفجار قرار گرفته و روند توزیع برق در کابل و ولایات مختل شده بود. پیش از این مقامات طالبان از دستگیری چندین تن در پیوند به تخریب پای برق خبر داده بود. روند تخریب پای برق در دوره حکومت اشرف غنی نیز یک معضل جدی بود. در این حال شبکه های اجتماعی گزارش می دهند. خبر تازه. شب گذشته نیروهای قطعه گرگ در بلخاب سر پل و خماب شبرغان در یک جنگ رو در رو سردسته های بزرگ طالبان را با بیش از 50 تن افرادشان کشتند. اما طالبان این ادعا را رد می کنند و می گویند که قطعه 15 نفری مربوط به مارشال عبدالرشید دوستم را به قتل رساندند. مردم محلی در ولسوالی بلخاب سرپل و خماب شبرغان تایید می کنند که دیشب بین طالبان و نیروهای مارشال عبدالرشید دوستم جنگ شدید به وقوع پیوسته است. عملیات تصفیه سازی همچنان در تمام نقاط ولایت سمت شمال رو به افزایش است. در این حال ازبک نیوز گزارش داده است گروه قطعه گرگ مربوط به مارشال دوستم و طالبان ادای رساندن تلفات به هم دیگر را می کنند. فرمانده قطعه گرگ می گوید بیشتر از 50 طالب با سرگروپ هایشان در جنگ دیشب کشته شده است و اما طالبان این ادا را رد می کنند و می گویند که قطعه 15 نفری مربوط به مارشال دوستم را به قتل رساندند. مردم محلی در ولسوالی بلخاب سرپل و خماب شبرغان تایید می کنند که دیشب در
بین طالبان و نیروهای مارشال دوستم جنگ شدید به وقوع پیوسته است. و در پایان هم یک خبر خیلی کوتاه ببینید. رویداد ترافیکی در دایکندی چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. 8 صبح دایکندی. منابع محلی در دایکندی میگویند که در نتیجه منحرف شدن یک موتر از جاده در شهر نیلی 2 تن جان باختند. به قول منابع این حادثه بعد از ظهر روز چهارشنبه 6 دل در قریه 8 از مربوطات مرکز دایکندی رخ داده است. دکتر احمد نظیم رئیس شفاخانه ولایتی دایکندی تایید میکند که 9 زخمی از این رویداد به شفاخانه منتقل شده است. به گفته او 3 تن از این زخمی ها زن هستند و وضعیت کنونی آنان قناعت بخش است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر و درود.